سلام به همسفرهای خوب و دوست داشتنی خود. شمایی که همراه ما هستین و قرار جاذبه های زیبا و دیدنی ایران زمین رو با ما تجربه کنید. در این قسمت از برنامه قرار آشنا بشیم با یک موزه بسیار زیبا و دیدنی. اینجا موزه روستایی گیلانه. خانم این خوب قرار اینجا بهمون معرفی کنه. به نام خدا. سلام. به موزه میراث روستایی گیلان خوش آمدید. موزه میراث روستایی گیلان در جنگل سراوان در 18 کیلومتری شهرستان رشت واقع شده. در این موزه ما یه سری خونه قدیمی درست کردیم. سال 84 فاز عملیاتی کار شروع شد. سه تا خونه از رودبنه لاهیجان پیدا کردیم. یعنی مهندسین ما پیدا کردن، رفتن خونه رو با ما فروختن. چوبای قدیمی خونه به تک تک شماره و کد داده شد. نقشه خونه رو کشیدن مهندسینمون، عکس و فیلم و پلان از خونه تهیه کردن. تک تک چوبای قدیمی که قابل استفاده بود بهشون شماره و کد داده شد. زمانی که موقع باز کردن خونه فرسی، کارگرای ما رفتن مستقر شدن، شروع کردن به باز کردن خونه. چوبای قدیمی میاد اینجا با همون چوبایی که رو هم سوار میشه، همون خونه ها ساخته میشه، دیوارش به همون ترتیب قدیمیش گل زده میشه و سقفش اگر ساقه برنج باشه ساقه برنج جدید و اگر گالی باشه گالی جدید میزنیم. به هر حال ساقه برنج تا 4 سال بیشتر عمر نمیکنه، بعد از اون باید عوض بشه و همینطور گالی هم بعد 6 سال باید تیکه تیکه مرمت بشه. ما استان گیلان رو به 9 منطقه فرهنگی معماری تقسیم کردیم. این 9 منطقه قرار خونه هاش در قالب 9 تا روستا اینجا ساخته بشه. مرکز، شرق، غرب، سه قسمت اصلی از استانه. مرکز گیلان 3 منطقه معماری شده. جلگه‌ای داره، ساحل شرق و ساحل غرب. غرب و شرق هم هر کدوم 3 منطقه شدن. جلگه کوپای کوهستان، جلگه کوپای کوهستان. خونه‌هایی که از یه منطقه معماری پیدا میشه، توی یه قسمت از این جنگل ساخته میشه، اسم اون منطقه معماری با عنوان روستا روی اون خونه‌ها گذاشته میشه. مثلا الان تابلو زده روستای جلگه غرب، روستای جلگه مرکز، روستای جلگه شرق، روستای کوپای کوهستان ساحلی. این 9 تا منطقه بندی ما از استان گیلانه که قراره خونه‌هاش در قالب 9 تا روستا اینجا ساخته بشه. تنوع لباس، حالا معماری باعث شده که ما استان گیلان رو به 9 منطقه تقسیم کردیم که گفتم در قالب 9 روستا قرار خونه‌هاش ساخته بشه. یعنی الان لباس پوشش من لباس قدیم خانم‌ها و زنان غرب گیلان بوده. لباس شرق گیلان یا لباس قاسم آبادی هم به هر حال یک نوع خاصی هستش که دامنش روباندوزی شده بوده که حالا تن همکارام هست، اگر تشریف بیاریم بریم جلوتر میتونید ببینید. الان اینجا این حصاره چیه جلویتون؟ پشت اون حصارا شالیزار ما هستش. ما اونجا برنجکاری انجام میدیم. 1500 متر مربع از همین زمین جنگلی رو تبدیل به شالیزار کردیم و توش هر سال برنج کاشتیم و برداشت کردیم. امسال هم برنج کاشتیم. اون وسط هم خزانه میگیریم. به زبان محلی به اونجا میگن تونبجا. حصار داره وسطه. به اینا میگن دخال رمش. اینجا چون محوطه جنگلیش خوب واقعیه، گراز و شغال هنوز داره، برای اینکه اونها وارد شالیزار ما نشن، به خصوص شبها که دیگه اینجا بازدید کننده ای نیست. به همین دلیل به خاطر خلوتی و تاریکی معمولا اونها میان. اینکه وارد شالیزار ما نشن اینجا رو به این ترتیب دخال رمش کردیم، یعنی حصار کردیم. از قدیم هم این دخال رمش بوده دیگه. هم دخال رمش بوده هم مدلای دیگه هم داشتن، مثلا با نیهایی که کنار مرداب هستش لوله پرچین یا چپر بهش میگن انجام میدادن. معمولا دور شالیزار یا حداقل دور باغ سبزیجات یا جالیزشون این کار انجام میدادن. معمول نبوده دور خونه ها حصار انجام بدن. داریم به اولین خونه نزدیک میشیم. نمونه از یه خونه مرفه نشینه، خونه آقای محتشم طلب. این خونه رو ما از روستای گشت فومن پیدا کردیم. بالای 200 سال قدمت داره. دو تا اتاقای پایین که در از همین دو تا اتاق گفتم بالای 200 سال قدمت داره،
برای زمستون بیشتر استفاده میکردن، حالا اینا برای گرم کردن اتاقشون تو زمستون. خیلی جالبه که یه چاله گوشه اتاقشون هست که آتیش روشن میکردن، در اتاق رو باز میذاشتن، دود از فضای بالای در میمده بیرون. نزدیک همون سقف اتاق هم تیرک ها و سکوهای درست شده که از دود استفاده بهینه بکنن، که بهش سیر و پیاز و ماهی آویزون میکردن یا حالا شلتوگ برنج میریختن برای خشک دودی کردن. این کوچه‌های قدیمی از همون ابتدا بودن؟ راه ها تو گذشته مارو بوده و به هیچ وجه اینطوری سنگچین نمی کردن. ما این کار انجام دادیم که بر روزهای بارونی مردم بتونن به راحتی از این موزه دیدن کنن. ولی خب گفتم دور شالیزار یا دور باغچه‌شون حصار می کردن. الان برای اینکه ما خونه آقای محتشم طلب رو از خونه آقای حسنی جدا کنیم حصار کردیم، فقط به خاطر همین قضیه هستش. خب اینجا میتونیم تقریبا زندگی بومی روستانشینا رو ببینیم، یعنی جایی که پخت نان سنتی و غذاها تو شکل میگیره و یک خونه تقریبا مسکونیه. خانم نیکسیو برامون خونه آقای حسنی رو ما از روستای شکار گروه پایین گشت فومن پیدا کردیم. سال 1340 این خونه رو ساخته بودن، لطف کردن خونهشون رو به ما هدیه دادن و اسکلت قدیمی همون خونه رو باز کردیم آوردیم اینجا و از سال 88-89 این خونه اینجا ساخته شد. این گذشته ساقای برنج کلوش زدیم به سقفش. خب این ساقای برنج تا 4 سال بیشتر عمر نمی‌کنه، همینجا هم که هست ما مجبوریم بعد 4 سال مرمت داشته باشیم. دو طبقه است خونه؟ بله خونه دو طبقه است. اتاقای طبقه بالا برای پذیرای از مهمان هستن که دو تا اتاق داره بالا و دور تا دورش هم ایوانه، که ایوان همون کتام هستش که برای تابستون بهار خواب استفاده می‌شه، هم برای مهمون و هم برای خودشون. خود اتاق یه سقفی داره که اون اتاق رو بالای سقفش سقف اتاق رو چوب و گل زدن، بعدش دیگه سقف اصلی اومده که جلوی بارون رو بگیره. در اصل این ساقای برنج به خودی خود اگر یه شیب کمی داشته باشه ممکنه که بارون شدید ازش نفوذ کنه و وارد خونه بشه، پس به همین دلیل با یه مقدار شیب بهش میدادن. فضایی که زیر سقف ایجاد شده رو هیچ وقت بلا استفاده نمیذاشتن بمونه، به عنوان انباری استفاده میکردن. سی پیاز کدو هندوانه میوارو خوش میکردن، ولی هیچ وقت زیر ایوان رو نمی پوشوندن، یعنی با گونی یا چوب نمی پوشوندن که باز باشه. اینطوری هوا جریان پیدا میکرد و فضای بالا کتام برای تابستون بارخواب مناسبتر و بهتر میشده. پخت نون سنتی رو معمولا خانوما انجام میدن توی خونه. مادر بزرگا به دخترها و نواهاشون یاد دادن، مادرها به دختراشون، و در کنار هم نون سنتی و شیرینجات سنتی رو درست میکنن، مثل اینجا که الان مادر و دختری مشغول به پخت نان و شیرینی مخصوص گیلان هستن. دارن نون محلی لاکو درست میکنن و شیرینی محلی شکمپور. نون لاکو از آرد برنج، خمیرش همون آرد برنج هستش که یه بار تو آب پخته شده، به همین دلیل نیازی به حرارت شدید نداره. این ظرفی که الان پشتش داره نون پخته میشه بهش میگن گمج. گمج ظرفی هستش که تا وقتی که سالم و ترک نداره توش پلو و خورش درست میکردن. حالا وقتی که ترک میخورد با سینی بستن و پشتش از این نونا درست میکردن. شیرینی هم که شیرینی میانپور یا شکمپور در اصل یه نوع پیراشکی قدیمی هستش که خمیرش از آرد گندم و آرد برنج و کدو حلوایی پخته شده است که داخلش رو با شکر و مغز گردو، هل دارچین و تخم شنبلیل پر کردن. زردی این نون از زردچوبه است، ولی اون شیرینی رو کمی توش زعفرون ریختن البته که زرد شده. اون توی روغن سرخ میشه، ولی این که فقط توی این روی این تابه یا حالا روی این گمج داره فقط پخته میشه، دیگه روغن نداره. فقط انقدر روغن میزنن که این به اون چوب و به اون بوکو نچسبه، فقط به همین. خب رسیدیم به خونه آقای موسوی، یک کشاورز طبقه مرفع دیگه از جلگه غرب گیلان. آقای موسوی هم چایکار بودن، هم برنجکار بودن و هم کرم ابریشم پرورش میدادن. خونهشون هم مثل خونه قبلی ها دو طبقه است. یه اتاق بالا داره، سه طرفش ایوان، کتام و یه وسیله خیلی جالب تو ایوان این خونه هستش. در ایوان کره سر این خونه، ایوان طبقه پایین میگن کره سر.
به اسم فرچای که توش چای خوش میکردم که گفتم این آقای موسوی چای کار هم بوده. خب بریم جلوتر بهتون نشون بدم. این همون دستگاه فرچای بود که خدمتتون عرض کردم. این کفش که توری داره، حالا اون موقع که توری وجود نداشت یه سری سیم‌های رو به هر حال می‌رفتن می‌اومدن به صورت مشبک در می‌آوردن، روش پارچه متخال می‌چسبوندن با سیریش، بعد برگای چایی رو که می‌چیدن از باغ می‌ذاشتن یکی دو روز بمونه ذره برگاش پژمرده بشه، بعد شروع می‌کردن توی این تشت چوبی مالش دادن، چون موج داره این برگای چای گیر می‌کرده، حالت لول می‌شده و می‌شکسته، کف می‌کرده. اون برگای چای رو حالا مچاله می‌کردن گرد گرد می‌ذاشتن تو اتاق یا جای تاریک خونه که رنگشون تیره بشه، وقتی که پلاس می‌شد اونا رو توی این کشوها به یک اندازه می‌ریختن تو هر چهار تا، اینا همه شبیه همه به یک اندازه است. بعدا شروع میکردن با دستشون اینو جابجا کردن، اینو میآوردن پایین اینو میبردن بالا، همینطوری اینا رو جابجا میکردن. اون پایینش هم قبلش با زغال یا با چوب یا حرارت کمی ایجاد کرده بودن که این حرارت کم با توجه به اینکه زیرشون باز هستش و حالا توری داره هی جابجا میکردن به همشون یک نواخ میرسید حرارت، اینا همزمان با هم دیگه خوش میشدن. خانم نیکخویه نگاه به زیر پات بنداز، یه فرشی پهن زیر پاتون. خب این فرش جنسش از چیه؟ دست بافته کیه؟ و آیا فرش قدیم گیلان همین بوده؟ خب این زیراندازو تو قدیم بهش میگفتن کوپ. کوپ یه زیراندازی هستش که همه خانمای گیلان زمین بلد بودن به بافنش. جنس این حسیر یا حالا کوپ از گالی لی هم بهش میگن، یه گیاه مردابیه که سقف خونه‌های شرق گیلان رو با همین هم پوشش میدادن که بعدم بهتون نشون میدم. خانم نیکو نگاه به بالا سرتون میکنی؟ سقف. سقف‌ها چوبیه. همه خونه‌های گیلان تو قدیم از چوب استفاده میکردن. چه چوبی؟ جنس درختایی که برای ستون و نال و اینا استفاده میکردن معمولا درخت آزاد بوده که سقم بهش میگم، ولی درختایی که برای سقف خونه استفاده میکردن، نه این سقف تخت‌ها رو نمیگم، بالا. و حتی اینا رو ممکن بوده از جنس کیش یا شمشاد استفاده کنن که اینا درختای خیلی مقاومی هستن در مقابل رطوبت و حتی سوسک چوب یا حتی موریانه. البته خب موریانه که ما تو استان گیلان نداشتیم، یه نوع کرم خاصی بوده که میرفته و داخل چوبها شروع میکرده به خوردن و پوسون و حالا پوت کردنش. اون آتشی که تو اتاق روشن میکردن دود میومده از در بیرون، خب این دود می نشسته روی این چوبا، اینا رو سیاه میکردن، همین الان هم اگه نگاه بکنین سیاست. این خودش باعث میشده که اینا ماندگارتر مقاومتر بشن، اون موقع که مواد شیمیایی نبوده بزنن به چوبا. موزه بسیار زیبا و دیدنیه شهرستان رشت که گیلان شناسی یه جورایی میشه اونو معنا کرد، جزء جاذبه های بسیار زیبا و دیدنیه. ساعت ها وقت میخواد تا داخل این روستای بزرگ گردش کنین و با آداب و رسوم مردمان این دیار آشنا بشین. قسمت بعدی رو از دست ندین، قراره بهتر و بیشتر با روستاهای بسیار زیبای این دیار از طریق موزه گیلان در واقع آشنا بشیم. همراه همسفر ما در این سفر باشیم. دوستان عزیز تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.